صد در رابطه با ایمنی شعب بانک ها، الان ما بانک های زیادی توی تهران داریم که اصلا ممکنه مستعد سرقت بشه. آیا میفرمایید که پلیس اصلا ممکنه که بخواد فهرستی از بانک های حالا ناامن رو اعلام بکنه یا از طریق دستگاه قضایی برای موضوع اقدام کنید؟ ببینید، اولا این رو بگم که بانک ها، به رؤسای بانک ها میگم، مکلف و موظفن ضعف هایی که ما در بازدید های نوبه ای از اونها انجام میدن، در واقع افسران متخصص و کارشناس ما، تو زمانی که تعیین میکنن باید برطرف کنن، جز وظایفشونه. بله، ما در تعدادی علوت از بانک ها داریم که واقعا موارد ایمنی رعایت نکردن، در واقع دوربیناشون دچار مشکل است و بعضی از به اصطلاح مشکلات ایمنی و حفاظتی مراقبتی رو در واقع دارن که باید به سرعت اینا رو برطرف کنن. حالا همین بانکی که الان امروز بحثشه، سارقین با یه پریدن از روی درب در واقع پارکینگ به داخل تونستن به داخل نفوذ پیدا کنن و هر کاری خواستن کردن و شاید 10-12 ساعت اونجا بودن، هیچ کس داخل اون بانک نبود. یه بانکی که در واقع در یکی از مراکز مهم قرار داره، 1000 صندوق امانات مردم اونجاست و در اون وجود داره. واقعا ما نباید این که هر انسانی میدونه که باید یه نکات ویژه‌ای رو، یه موارد ویژه‌ای رو رعایت بکنه. به هر حال اینا مکلفن و برابر قانون، اگر رعایت نکنن حتما به عنوان ترک فعل باید پاسخگوی به سال اقدام خودشون باشه. پس سرد، آیا ممکنه که شعبه ناایمنی پلم بشه؟ اتفاقا من ابلاغ کردم بانکایی که دو بار سه بار بهشون تذکر دادیم و رعایت نکردن، منبع دیگه پلمشون میکنه. متشکرم. منبع پلم میکنه.